نشست علمی روزانه آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی روزهای پنجشنبه و جمعه هفتم و هشتم جمادی الثانی سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله العظما شیرازی در رابطه با حکم نگاه کردن به نامحرم با اشاره به آیه سی سوره نور که ای رسول ما به مردان مؤمن بگو تا چشم های خود را از نگاه ناروا بپوشانند و آیه که سوره نور که و به زنان مؤمن بگو تا چشمهای خود را از نگاه ناروا بپوشانند فرمودند قمز با میم به معنای بستن چشم است اما غز بدون میم به معنای چشم را پایین انداختن و نگاه نکردن است معظم الله در ادامه فرمودند گاه انسان چشم خود را نبسته و چشمان او باز است اما نگاه خود را به پایین میاندازد با آنچه در جلوی چشم او قرار گرفته را نبیند و مفهوم این آیه هم خطاب به مردان و زنان این نوع نگاه کردن از روی ریوه است ایشان با تاکید بر این که نگاه نکردن از روی ریوه و شهوت هم از سوی مرد به زن و هم از سوی زن به مرد واجب است فرمودند بنابر مشهور نپوشاندن وجه و کفین برای زن اگر زینت در صورت نباشد اشکال ندارد مشروط بر آنکه مرد به او از روی ریبه نگاه نکنند آیت الله العظما شیرازی همچنین در رابطه با جواز کاشت ناخون مصنوعی که در آن روح و حیات وجود نداره برای وضوع برای و قصل فرمودند این کار اگر ضرورت عرفی نباشد جایز نیست و برای وضو و قسل باید آب به بشره یعنی سطح بدن برسد و چون این کار مانع از رسیدن آب به بشره است باید رفع مانع شود با هم فرمایشات آیت الله رازی را ببینیم و بشنویم چون هر دوش واجبه یعنی ببینید جایز نیست نگاه شهوت بکنه انسان نه زن به مرد

از راه چشم به آره معلوم اون حکمتشه اما حکم اینه که نگاه نکنه نگاه نکنه به جایی که حروم نگاه چشم پوشی